ببینید کل کاری که میخوام انجام بدم فقط میخوام 11780 رأی پیدا بشه. افشای مکالمه تلفنی جنجالی رئیس جمهوری آمریکا. دونالد ترامپ از یک مقام ایالت جورجیا خواسته برایش آنقدر رأی پیدا کند که نتیجه انتخابات عوض شود. خبرنگارمان از آخرین ها در ایالت جورجیا خواهد گفت و از یک استاد حقوق میپرسیم که آیا تلاش های دونالد ترامپ به جایی میرسد؟ همچنین در برنامه امشب از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم در فردو. اتحادیه اروپا به ایران هشدار داد، اسرائیل آن را گامی در جهت تولید سلاح هسته‌ای توصیف کرد. تنش تازه در خلیج فارس با توقیف یک نفتکش به دست سپاه پاسداران. کره جنوبی یگان مقابله با دزدی دریایی فرستاده. با یک کارشناس امنیت انرژی در این باره صحبت خواهیم کرد. حکم دادگاه بنیانگذار ویکیلیکس در لندن، درخواست آمریکا برای استرداد آسانج به خاطر نگرانی از سلامت روانی او رد شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. انتشار فایل صوتی یک مکالمه تلفنی بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و یک مقام ایالت جورجیا واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخته. آقای ترامپ از وزیر داخله ایالت جورجیا می‌خواهد که برایش رأی پیدا کند به اندازه‌ای که بتواند انتخابات را به نفع خود تمام کند. در این گفتگو همین مقام براد رافنسبرگر به آقای ترامپ میگوید که اطلاعات نادرست در اختیار دارد و خواسته آقای ترامپ را نمیپذیرد. فردی که دست بر قضا همحزبی آقای ترامپ است. این تلاش دونالد ترامپ برای یافتن رأی در کنار درخواستهایی که رنگ و بوی تهدید هم به خود میگیرد موجی از انتقاد در پی داشته. جبهه مخالف رئیس جمهوری آمریکا میگوید که این عمل مصداق بارز سوء استفاده از قدرت است برای مقاصد شخصی، اما طرفدارانش میگویند او برای مقابله با تقلب انتخاباتی تلاش میکند. واقعا رئیس جمهوری آمریکا هنوز امیدوار است که نتیجه را عوض کند؟ اگر نه، این تلاش ها برای چیست؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از هادی نیلی. جورجیا یکی از خبرسازترین ایالت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده و هنوز هم در کانون توجه است. کلی لافلر یکی از دو سناتور جمهوری‌خواه ایالت جورجیا در کنگره آمریکا است که حالا برای حفظ کرسی خود تلاش می‌کند. همین الان با رئیس جمهور ترامپ حرف زدم. خیلی هیجان زده است. عاشق جورجیاست. به همتون سلام رسوند و گفت که رأی بدید چون ما قراره رأی بیاریم. الان این مهمه. آینده کشورمون همینجا در جورجیا رقم می‌خوره. جمهوری خواهان که کاخ سفید را باختند حالا فقط با حفظ تسلط بر مجلس سنا می توانند اهرم قدرتمندی برای مقابله با سیاست های رئیس جمهور آینده که از حزب رقیبشان است داشته باشند. برای هر دو حزب حکم مرگ و زندگی پیدا کرده. تا اینجا جمهوری خواهان 50 کرسی از 100 کرسی سنا را در دست دارند. آنها کافی است یکی از دو کرسی جورجیا را در دست نگه دارند تا مانع از قدرت بلا منازع دموکرات ها بر کل قوه مقننه و قوه مجریه شوند. با بردن حتی یکی از دو کرسی جورجیا قدرت خواهند داشت جلوی هر کدام از اقدامات و انتصاب های دولت جو بایدن را که بخواهند بگیرند. اما دموکرات ها هر دوی این کرسی ها را لازم دارند تا تسلط بر سنا را از دست جمهوری خواهان خارج کنند. در آن صورت تازه هر دو حزب به 50 سناتور میرسند که نصف نصف کل کرسی های سناست. در آن صورت معاون رئیس جمهور که کامالا هریس خواهد بود و رسما رئیس مجلس سنا هم خواهد شد، میتواند هر بار که رأی دو حزب برابر شود و ترازو را به نفع دموکرات ها بچرخاند. وضعیتی شکننده که البته هرچه باشد برای دموکرات ها و رئیس جمهوری بعدی جو بایدن از ادامه حفظ تسلط جمهوری خواهان بر سنا بهتر است. رقابتی نفسگیر در ایالتی که در دو دهه اخیر همیشه به جمهوری خواهان برای سنا رأی داده. ایالتی که این بار به جو بایدن رأی داد و دونالد ترامپ همچنان بدون ارائه شواهد میگوید در آنجا هم تقلب شده یا آرا دستکاری شدند. او بارها به فرماندار و مسئول برگزار کننده انتخابات در جورجیا که از جمهوری خواهان و همحزبی او هستند تاخته و از آنها خواسته نتیجه یعنی پیروزی رقیبش جو بایدن را تایید نکنند.
اما نوار مکالمه اخیر رئیس جمهور دونالد ترامپ با براد رافنسپرگر مسئول برگزاری انتخابات در جورجیا منتشر شده که در آن باز هم تلاش میکند این مقام جمهوری خواه را قانع کند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را مخدوش اعلام کند، گاه با خواهش و گاه با لحنی که شبیه تهدید میشود. شما هم باید یک انتخابات درست بخواید. شما هم یک جمهوری خواهید. دونالد ترامپ در این گفتگو چند مورد ادعایی از تقلب یا تخلف در رأی‌گیری را مطرح می‌کند که خودش هم آنها را شایعات و شنیده‌هایش توصیف می‌کند. ادعاهایی که مقامات ایالت جورجیا قاطعانه رد می‌کنند و هیچ دادگاهی آن را تایید نکرده. و اوج این مکالمه جایی است که دونالد ترامپ صریحاً می‌گوید می‌خواهد آنقدر رأی برای او پیدا شود که تفاوت رأی جو بایدن را پشت سر بگذارد. او در جورجیا 11779 رأی کمتر از رقیبش آورد. ببینید کل کاری که میخوام انجام بدم فقط میخوام 11780 رأی پیدا بشه. در هفته های اخیر که تبلیغات انتخابات برای دو کرسی جورجیا در سنای آمریکا ادامه داشت، یک چالش جمهوری خواهان این بود که با وجود حمله های نامزد حزبشان در انتخابات ریاست جمهوری به مقام های جمهوری خواه مسئول برگزاری انتخابات، همچنان رای دهندگان همحزبیشان را قانع کنند که باز هم به صندوق رای اعتماد کنند و به دو نامزد جمهوری خواه رای بدهند. همتون درباره این مکالمه ضبط شده شنیدید؟ معلوم بود خیلی درمونده است و نمونه خیلی 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 برجسته ای از سوء استفاده از قدرت توسط رئیس جمهور ایالات متحده. وظیفه ما اینه که رأی بدیم، کاری رو بکنیم که نه فقط به نفع مردم این ایالت زیبا و معرکه است، بلکه برای همه مردم کشوره. روگردانی جمهوری خواهان از انتخابات به معنی یک پیروزی تعیین کننده دیگر برای دموکرات ها خواهد بود. وضعیتی که از دید جمهوری خواهانی که با ادعاهای دونالد ترامپ علیه انتخابات همراه نشدند، چالشی برای این حزب است. به نظرم نفوذش کم میشه، ولی یه مشکل بزرگ برای حزب جمهوری خواهه که خیلی ها تو این حزب فکر میکنن دونالد ترامپ انتخاباتو برده. در نتیجه برگردوندن اونا کار سخت. در این روزها هم مثل آنچه در انتخابات ریاست جمهوری دیده شد، بیشتر از پیش مردم برای رأی دادن زود هنگام چه به صورت پستی و چه به صورت حضوری اقدام کردند. خیلی از ناظران میگویند حزب دموکرات در چند قدمی پیروزی در این انتخابات ایالت جورجیا است، اما نتایج نظرسنجی ها آنقدر نزدیک است که نتوان برنده آن را پیش بینی کرد. هادی نیلی، بی بی سی، در آتلانتای جورجیا. هادی نیلی از همین شهر آتلانتا الان با ماست. هادی، در گزارشتم به درستی اشاره شد، به نظر میاد که کلید طلایی اونجاست. همینطوره جمال، اگر دموکرات ها بخواهند که دوره ریاست جمهوری جو بایدن یک دوره کاملی باشه برای اونها، در واقع بتونند اونطور که میخوان در آمریکا نظرات خودشون و وعده های خودشون رو اجرایی بکنند، حتما به مجلس سنا نیاز دارند. رئیس جمهور آمریکا برای انتصاب همه وزرای کابینه، اغلب مقام های ارشد وزارتخونه ها، قاضی های فدرال، متعدد مقام ها، صدها مقام قضایی و اجرایی در کشور نیاز داره به تاییدیه سنا، به رأی اعتماد سنا، و مجلس سنایی که در دست جمهوری خواهان باشه اکثریتش میتونه موانع ایجاد بکنه، میتونه اسباب چانه زنی داشته باشه و اهرم هایی داشته باشه برای اینکه گزینه های جو بایدن رو محدود بکنه به گزینه هایی که جمهوری خواهان هم بتونن قبول بکنن، گزینه هایی که بیشتر به میانه و میانه روی نزدیک باشن و شاید نتونن بعضی وعده های انتخاباتی آقای بایدن و دموکرات ها رو برآورده بکنند. در این حال اگر هم دموکرات ها این دو کرسی جمهوری خواه، این دو کرسی جورجیا که در دست جمهوری خواهان هست در مجلس سنا رو بگیرند، باز هم اکثریت خیلی شکننده در اختیار خواهند داشت. اون هم به کمک رأی رئیس مجلس سنا که رسما معاون رئیس جمهور هست، کامالا هریس، کسی که خودش سناتوره ولی وقتی که معاون رئیس جمهور بشه از این سمت سناتوریش کنار میره و به عنوان معاون رئیس جمهور رسما رئیس مجلس سنا خواهد بود و اگر آرا 50-50 بشه میتونه بیاد رأی بده و ترازو رو به نفع دموکرات ها تکون بده. دموکرات ها خیلی براشون حیاتیه که این دو کرسی رو بتونن از جمهوری خواهان بگیرند. کی نتایج معلوم میشه؟
گمان این میره و در واقع دور از انتظار نیست که فردا بعد از رای گیری در ساعات شامگاه معلوم بشه نتایج. هرچند رقابت خیلی نزدیکی بوده، دور قبل که اساساً هیچ کدوم از نامزدها نتونستن به حد نصاب برسن و به همین خاطر به دور دوم کشیده. در نظرسنجی ها هم هرچند نامزدهای دموکرات ها قدری جلو افتادن، ولی در حاشیه خطای نظرسنجی هاست میزان پیشتازیشون. به همین خاطر نمیشه حد زد که نتیجه چطور رقم خواهد خورد، ولی این روشنه که به نظر میرسه رای دهندگان دموکرات همونطور که در انتخابات ریاست جمهوری در ایالت جورجیا با شور و اشتیاق بیشتری اومدن رای دادن نسبت به دوره‌های قبل و باعث شدن که در این ایالت بعد از حدود 3 دهه یک نامزد جمهوری‌خواه، نامزد دموکرات برای ریاست جمهوری انتخاب بشه، شاید این دوره برای مجلس سنا هم همینجور بشه و در نهایت یک شگفتی دیگر در این ایالتی که معمولاً جمهوری‌خواه و قرمز بوده و مقام‌های برگزار کننده انتخابات جمهوری‌خواه هستند رقم بخوره. ممنونم از هادی نیلی از شهر آتلانتا در ایالت جورجیای آمریکا با ما. کیم ویلی استاد حقوق در دانشگاه بالتیمور و نویسنده کتابی در مورد قانون اساسی آمریکا از واشنگتن دی سی با ما هستند. خانم ویلی، این کار آقای ترامپ، مکالمه‌ای که از او منتشر شده، خلاف قانونه، نقض قانونه یا خیر؟ به نظر میرسه که شاید خلاف قانون باشه، به این معنی که به نظر میرسه که داره میخواد از وزیر خارجه ایالت جورجیا که به طور بالقوه مرتکب تقلب انتخاباتی بشه. ایالت جورجیا پیش از این 3 بار اومده و به تایید نهایی رسونده نتیجه نهایی انتخابات خودش رو. یکی از اون 3 بار با دست شمردن و هر 3 بار جو بایدن برنده این انتخابات شده با اختلاف تقریبا 12,000 رأی. بنابراین وقتی که دونالد ترامپ میخواد از وزیر خارجه ایالت جورجیا که به اصطلاح بیاد و رأی های لازم رو برای او پیدا کنه که او برنده بشه، بعضی از کارشناسان حقوقی بر این باورن و من با اونها موافقم که این به طور بالقوه، یعنی این که داره از یک نفر میخواد که بیاد مرتکب تخلف انتخاباتی بشه، که این یک جنایت تحت قانون فدرال، یک جرم تحت قانون فدرال آمریکا و همینطور تحت قانون جزایی ایالت جورجیا. قابل پیگرد هم هست؟ به نظر میاد که اعضای مجلس نمایندگان امروز خواستار این شدند که FBI یک پرونده تحقیق جنایی در این باره باز کنه. با وجود این، اینکه آیا دونالد ترامپ برای این قضیه تحت پیگرد قانونی قرار بگیره یا نه، همونقدر که تصمیم قضایی هست، تصمیم سیاسی هم هست. در سطح فدرال ما شاهد یک عفو شخصی باشیم، به معنی که دونالد ترامپ قبل از اینکه کاخ سفید رو ترک کنه خودش رو برای این قضیه عفو کنه، که این کار خیلی دشوار میکنه برای اینکه تحت جو بایدن بشه پرونده قضایی علیه او باز کرد. در اون صورت بحث اینه که مقام های ایالت جورجیا چه تصمیمی خواهند گرفتن، آیا به نتیجه خواهند رسید که آیا این ارزش پیگیری داره یا نه، و بسیاری از مردم آمریکا کلا این حرکت تحت پیگرد قضایی و جنایی قرار دادن رئیس جمهور رو دوست ندارن و از اون استقبال نمی کنن. به نظر میاد که هنوز آقای ترامپ ناامید نشده از تغییر نتیجه انتخابات. قبلا گفته می شد که بر روی کاغذ احتمال این هست، امکان این هست که نتیجه به نفع آقای ترامپ تغییر پیدا بکنه، مثلا اگر به دادگاه کشیده بشه یا تحت شرایطی دیگه. هنوز همچنین سازوکاری هست؟ هنوز هم آقای ترامپ میتونه به تغییر نتیجه امید داشته باشه با استفاده از راه‌های قانونی؟ نه، کمپین او و حامیان او تقریبا 60 شکایت رو در نقاط مختلف آمریکا مطرح کردن و تقریبا همه اونها بجز یکی رو باختن، که اونم یک مورد حاشیه‌ای بود. ما دیدیم چندین وزیر دفاع پیشین آمریکا نامه‌ای رو امضا کردن و اعلام کردن که ارتش آمریکا نباید در این قضیه
دخیل بشه و خب این یک نشانه قابل تأسف و تأسف‌باری است که نشون میده که ما ممکنه که شاهد افزایش تنش باشیم در واشنگتن روز چهارشنبه از جانب طرفداران ترامپ و شاید از ارتش خواسته بشه که در این زمینه نقشی ایفا کنه، اما من پیش بینی نمی کنم که هیچ مکانیزم و سازوکار قضایی و قانونی وجود باشه که به پرزیدنت ترامپ کمک کنه که در قدرت باقی بمونه و اطمینان دارم که ارتش ما هم از چنین حرکتی که در این مقطع وقت معادله کودتا خواهد بود استقبال نخواهد کرد، برای اینکه الکترال کالج به طور آشکار و قاطع پیروزی رو به بایدن داده. احتمالاً آقای ترامپ هم آگاه هست، میدونه، به هر حال وکلای متعددی داره از جمله رودی جولیانی. در این صورت چرا اینقدر تلاش میکنه؟ نمونهش همین گفتگویی که با وزیر داخله ایالت جورجیا داشته. خب این یک لحظه غم‌انگیزی برای دموکراسی آمریکا است. ارکان دموکراسی در ایالات متحده در حال لرزش هستند، خیلی ضعیف و شکننده هستند در این لحظه و دونالد ترامپ داره تلاش میکنه که از قدرت سیاسی خودش، از نفوذ سیاسی خودش و از به اصطلاح بولیگری یا قلدری استفاده کنه تا نه فقط بره به علیه جو بایدن اقدام کنه، بلکه علیه مردم با آمریکا، برای اینکه مفهوم دولت در کشور ما، حکمرانی در کشور ما به معنی دولت در نتیجه رأی مردم هست و بنابراین این باید که حمایت کنگره هم داشته باشه، ولی متاسفانه ما باید الان نفس هامون رو حبس کنیم و نظارگر این لطمه ای باشیم که به حکومت قانون در کشور ما وارد شده و امیدوار باشیم که این لطمه در نهایت دموکراسی ما رو نابود نکنه، که این طبیعتاً نه فقط برای آمریکا بلکه برای بسیار از دموکراسی‌های دیگر در سراسر جهان ویرانگر خواهد بود. این یک مسئله خیلی خیلی جدی است. ممنونم از کیم ویلی، استاد حقوق در دانشگاه بالتیمور. اتحادیه اروپا هشدار داده که از سرگیری غنی‌سازی 20% اورانیوم به منزله انحراف قابل توجه ایران از تعهداتش در برجام است. پیشتر علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، گفته بود که این کار با دستور رئیس جمهوری و در راستای قانون مصوبه مجلس صورت گرفته. در این قانون مجلس از دولت خواسته که در پاسخ به لغو نشدن تحریم‌های آمریکا، غنی‌سازی اورانیوم را افزایش دهد و ظرف 2 ماه همکاری برای بازرسی نامحدود آژانس از تأسیساتش را متوقف کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، در گفتگوی تلویزیونی در این باره توضیح داد. ما الحمدلله با شروع خوبی که داشتیم امروز، تا همین حدود 1 ساعت پیش به من اطلاع دادن که به سطح پایداری رسیده و همین الان ما داریم برداشتی که داریم میکنیم از 2 آبشاری که تخصیص سازی شدن به این کار، داریم در واقع تولید 20% رو داریم برمیداریم. معمولا این کار خودش یه چیزی حدود 24 ساعت طول میکشه، ولی با تمهیدات و روش های جدید و خوبی که به کار بودن همکاران ما، این میتونیم بگیم ظرف 12 ساعت تقریبا عملی شده. میدونید که این در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از حقوق ملت ایران هستش. ما حدود 5 ماده داریم که مرتبط میشه به مسائل فنی که در ارتباط با سازمان انرژی اتمی ایران هستش. البته من عرض بکنم این ظرفیت جدیدی نیست. ما سال 89 بعد از اینکه به ما در واقع ندادن سوخت 20% حسب دستور آقای دکتر صالحی، در اون موقع سازمان وارد تولید شد و توانستیم که سوخت 20% رو تولید کنیم. بهروز کمالوندی بود، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران. هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای بلیکس، غنی‌سازی 20% در فردو، ایران تصمیم گرفته که از برجام خارج بشه از نظر شما؟ خیر، فکر نمی کنم. من فکر می کنم این بخشی از برنامه ایران، واکنش ایران نسبت به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای هست.
توافقی که در شورای امنیت به تصویب رسیده بود. هدف آمریکا این هست که ایران رو منزوی بکنن و ایران رو معاصر اقتصادی بکنن، اما در نهایت آمریکا خودش رو منزوی کرد، چرا که دنیا میخواست که توافق هسته ای ادامه پیدا بکنه. ایران اعلام کرد که اگر نتونه از مزایای توافق هسته ای استفاده ببره، چه از طرف آمریکا چه از طرف دیگر کشورهای دنیا، خودشون هم تعهدات خودشون رو کاهش خواهند داد و به دنیا هم گفتند که ما این کار رو انجام خواهیم داد و هر بار که این قدم رو برداشتند این رو پیشاپیش اعلام کردند و گفتند که آماده هستند هر موقع که لازم باشه به تعهد کامل برگردند اگر طرف مقابل هم این کار رو بکنه و الان هم فکر کنم امیدواری همون هست. امیدواری این هستش که با تغییر دولت آمریکا، آمریکا به برجام برمیگرده و ایران هم کاملا به برجام برمیگرده. یعنی فکر میکنید که ممکنه این گام رو برای این برداشته باشن که در چانه‌زنی ها در مذاکرات به دولت مذاکرات با دولت جدید آمریکا چیزی در دست داشته باشن، اهرمی در اختیارشون باشه؟ بله، از همون اول که آمریکا، از همون لحظه‌ای که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شد، ایران گفت ما هم همین کار رو میکنیم، ما هم تعهدات خودمون رو کم میکنیم تا وقتی شما به تعهد برگردید. بنابراین یه اهرمی هستش که داره ایران استفاده میکنه. اجازه بده این رو بگم که خیلی منطقی و عاقلانه است که اگه دنیا قرار نیست به توافق هسته‌ای عمل بکنه، چرا عمل نکنه؟ چرا ایران باید عمل بکنه؟ من فکر میکنم ایران نسبتاً تا الان در گامهایی که برداشته در کاهش تعهدات خودش خیلی خیشتنداری نشون داده. همین الان غنی‌سازی 20% هم در مقایسه با اون 3% گذشته، بله خیلی گام بزرگتری هستش و برایشون آسان‌تر میکنه اگه بخوام بعداً اورانیوم رو غنی‌تر بکنن، اگه چنین تصمیم بگیرن، ولی چنین تصمیمی نگرفتن و امیدوارم اونها هم تصمیمشون بر این باشه که به توافق هسته‌ای برگردن تا همه طرف‌ها بتونن به این توافق برگردن و اون رو رعایت بکنند. زمانی که آمریکا هنوز از توافق خارج نشده بود، هیچ کی شکایت از ایران نکرده بود که تعهدات خودش رو کم کرد. اتفاقا آژانس بین‌الملل انرژی اتمی گفت ایران کاملا به تعهدات خودش عمل کرد و حتی الان هم ایران داره اجازه میده به ماموران و بازرسان آژانس که اونجا باشن و ببینن، چون اصلا ایران میخواد که ماموران این ببینن اونچه که مشاهده میکنن و هیچ پنهانکاری الان از طرف ایران وجود نداره. آقای بلیکس، من زمانی رو به یاد میارم که شما مرتب به عراق سفر میکردید، بازرس ویژه سازمان ملل متحد در امور تسلیحاتی بودید، اتفاقا در ایران تلویزیون های دولتی خیلی شما رو نشون میدادند. هیچ مشابهتی بین اون روزهای عراق که تحت فشارهای آمریکا بود، تحت فشارهای جهانی بود، و این روزهای ایران می‌بینید؟ بله، من فکر می‌کنم که آمریکا و دولت فعلی آمریکا خیلی نسبت به ایران رویه تهاجمی داره و دولت آمریکا همچنین دوست داره که این برخورد و این رویکردش به حوزه بحث هسته‌ای هم بکشونه. اینا همین کار رو با عراق هم کردند، دنبال بهانه بودن که چجوری بتونن حمله بکنن به عراق، تهاجم ببرن به عراق، گفتن که القاعده تو عراق هست، گفتن میخوان دموکراسی رو تو عراق برگزار کنن، اما اون بهانه اصلی که مورد تایید قرار گرفت و تونستن به افکار عمومی آمریکا بفروشن این بود که این خطر وجود داره که عراق سلاح کشتار جمعی داره. ما فکر کردیم که آمریکا داره اقراق میکنه، ولی به هر حال وظیفه خودمون رو انجام دادیم و بازرسی هامون رو به عمل آوردیم و هرگز نتونستیم رد پای از سلاح کشتار جمعی پیدا بکنیم. من فکر میکنم آمریکا همچنان داره همون رویه رو در پیش میگیره، میخواد این سیاست رو بفروشه که ایران دنبال یک سلاح هسته‌ای هست. اصلا هدف از توافق هسته‌ای این بود که برای ایران سخت‌تر بشه ساختن بمب اتم. ایران بعد از اون توافق خیلی عاقلانه و هوشمندانه از تعهدات خودش کم کرد، برنامه هسته‌ای خودش رو کوچکتر کرد، چون به نظر من اصلا واقعا احتیاج به این برنامه نداشت.
به حال این برنامه کوچکتر شدن هسته ای ایران این اطمینانی بود که به جامعه جهانی داد که به دنبال ساختن بمب اتم نیست. اگر این توافق بخواد دچار فروپاشی بشه، این خطر بزرگی برای خاورمیانه است. برای اینکه ما از آن عربستان شنیدیم که اگه اونها گفتن ایران بخواد به طرف سلاح هسته ای بره، اونا هم میخوان به طرف سلاح هسته ای برن. عربستان تا الان هیچ اعلام تعهدی نکرده که خودداری خواهد کرد از غنی‌سازی اورانیوم. ایران اون موقع داشت غنی‌سازی میکرد و وعده داد که غنی‌سازی رو در سطح کمتری انجام بده، ولی عربستان حتی اون کار هم نکرد. من فکر میکنم همه طرف های درگیر، ایران، عربستان، اسرائیل، بهترین چیزی که میتونه اتفاق بیفته اینه که همه طرف ها، همه اینها برگردن به برجام، توافقی که مورد تایید شورای امنیت قرار گرفت. و من فکر میکنم فاجعه بار هست برای سازمان ملل و اقتدار شورای امنیت که قوی ترین نهاد سازمان ملل هست، اینه که ببینه یک ابرقدرت از توافق خارج میشه. شما نمیتونید از توافقی که شورای امنیت اجرا کرده و تایید کرده خارج بشین. آمریکا خودش رو الان در این موقعیت قرار داده و من امیدوار هستم که دولت جدید آمریکا به توافق برگرده و این رویکرد تهاجمیش نسبت به خاورمیانه کم کنه. ممنونم از هانس بلیکس، مدیر کل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از استکهلم سوئد. سپاه پاسداران امروز یک نفتکش کره جنوبی را در خلیج فارس توقیف کرد. به گفته سپاه این کشتی حامل اتانول که از بندر جبیل عربستان حرکت کرده بود به دلیل ایجاد آلودگی در محیط زیست توقیف شد. در پی این رویداد کره جنوبی یگان ویژه مقابله با دزدان دریایی را به محل فرستاد و از ایران خواست کشتیش را فوراً آزاد کند. اما وزارت خارجه ایران گفته که دلیل توقیف کاملا فنی است. همزمان ارتش آمریکا گفته ناو هواپیمابر نیمیتس که قرار بود از خلیج فارس خارج شود به خاطر آنچه تهدیدهای ایران خوانده شده در آنجا خواهد ماند. شبنم شبانی نگاهی کرده به آنچه که در منطقه خلیج فارس می‌گذرد. تصاویری از کشتی MT هنکوک کمی، نفتکشی متعلق به کره جنوبی که ایران صبح امروز به وقت محلی آن را در خلیج فارس توقیف کرد. سپاه میگوید این کشتی با بار اتانول از بندر جبیل عربستان عازم بمبئی هند بود و آن را به دلیل آلودگی مکرر محیط زیست توقیف کرده. به درخواست اداره بنادر و کشتیرانی ایران و با حکم دادستانی هرمزگان. متاسفانه در 11 مایلی جنوب جزیره توم بزرگ اقدام به آلودگی کرد. خب با توجه به اخطارهایی که توسط حالا یگانهای گشت نیروی دریای سپاه داشتن، متاسفانه ایشون توجه نکرد و با دستور مرجع قضایی استان شناور توقیف شد. تمام خدمه اون شناور داره وضعیت عمومی خوبی دارن و حال همشون هم خوب هست. کمی بعد از انتشار این خبر، وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که یگان ویژه مقابله با دزدی دریایی را به خلیج فارس فرستاده. همین امروز وزارت خارجه ایران خبر داد که قائم مقام وزیر خارجه کره جنوبی سفری قریب الوقوع به تهران خواهد داشت برای رایزنی درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران در این کشور. نفتکش هنکوکمی امروز ساعتی بعد از اعلام باقی ماندن این ناو جنگی عظیم آمریکایی در آب‌های خلیج فارس توقیف شد. ناو نیمیتس قرار بود سه روز پیش از آب‌های خلیج فارس خارج شود. این اطلاعیه کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع آمریکا در این باره. به دلیل تهدیدهای رهبران ایران علیه رئیس جمهوری ترامپ و دیگر مقامهای دولت آمریکا، دستور دادم که ناو هواپیمابر نیمیتس مأموریت از پیش تعیین شده اش را نیمه کار بگذارد و همچنان در محدوده عملیاتی فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا باقی بماند. سطح تنش در منطقه و خلیج فارس در دو هفته گذشته و با نزدیک شدن به سالگرد قتل قاسم سلیمانی از بیم انتقامجوی ایران بالا رفته بود. زیردریایی آمریکایی جورجیا وارد آب‌های خلیج فارس شده بود و گزارش‌هایی هم از حضور یک زیردریایی اسرائیلی در منطقه منتشر شد. برداشت رسانه‌های آمریکایی از تصمیم آمریکا برای خروج ناوگروه نیمیتس اما تلاشی برای کاهش التهاب بود. تصمیمی که حالا منتفی است، نشانه ای شاید از ادامه تنش. این واکنش ایران به باقی ماندن این ناو جنگی آمریکایی در خلیج فارس. ببینید، این که برند بیایند، من
واقعا تصمیم خودشونه. ما چیزی که برای خودمون کاملا روشن اینه که ما برای همه سناریوها آمادگی داریم، تحرکاتشون رو، چه اونهایی که نمایشی و در سطح رسانه‌ای هست، چه اونهایی که غیر نمایشی و سعی میکنن به صورت محرمانه و مخفیانه انجام بدن، همه رو زیر نظر داریم. پیام‌هایی هم که رفته بر همین اساسه. از زمان خروج آمریکا از برجام و بالا رفتن سطح تنش بین تهران و واشنگتن و به ویژه اثر تحریم‌ها بر صادرات نفت ایران، بارها چشم‌ها به تنگه هرمز دوخته شد. این تهدید دو سال و نیم پیش رئیس جمهوری ایران. یکی از اونها گفته بود ما می‌خواهیم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. البته حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه، این حرف میزنه. نفت اینا رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه. ایران در 3 سال گذشته چندین بار کشتی‌های خارجی را در حوالی تنگه هرمز توقیف کرده، اغلب به اتهام قاچاق سوخت، آلودگی محیط زیست و یا ورود غیرقانونی به آب‌های سرزمینی ایران. این تصاویری ضبط شده در اواسط تابستان گذشته توسط ارتش آمریکا از توقیف کشتی ویلا که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد، و اینها تصاویری از توقیف کشتی بریتانیایی استناین پرو حدود 1 سال پیش از آن، هر دو به دست سپاه پاسداران. مشابه آنچه برای نفتکش هنکوک کمی اتفاق افتاد. وزیر خارجه ایران پیشتر در مواجهه با اتهام دست داشتن ایران در حمله راکتی اخیر به سفارت آمریکا در عراق گفته بود بعضی سعی دارند برای دونالد ترامپ در روزهای پایانی قدرت تله بگذارند تا وارد جنگ با ایران شود. حالا اما شاید با آنچه در آب‌های خلیج فارس می‌گذرد، نگاه‌ها بیش از هر نقطه دیگری در 2 هفته آتی به این منطقه دوخته شود. شبنم شعبانی، بی بی سی. گفتگوی داریم با دین میکلسن، مدیر مرکز مشاوره ریسک سنجی هانیبال گلوبال اینسایت که از تونس با ما هستند. آقای میکلسن، ایران میگه که موضوع فنیه، برمیگرده به مسائل زیست محیطی. اگر نگاه بکنیم به سابقه اتفاقایی که در 1 سال اخیر در خلیج فارس افتاده، چقدر میشه این استدلال رو باور کرد؟ ما واقعا نمیتونیم باور بکنیم. 1 سال گذشته هم با سنی امپریال همین اتفاق افتاد، وقتی کاری کردن که کشتی اومد راه خودش منحرف شد و وارد آب‌های خلیج فارس شد. اون موقع گفتن که جی پی اس خراب شده، اون موقع هم گفتن که به خاطر مسائل زیست محیطی بود، ولی اونها این روایت رو همیشه تکرار کردن. اولین بار هم نیستش، ولی همیشه این کارو میکنن. بر همین نمیشه واقعا باور کرد، چون اینو دارن میگن حرفشون درسته. من فکر میکنم بیشتر ملاحظات ژئوپلیتیک پشت این قضیه هست، با بحث منابع مالی و اینا و اختلافات مالی که ایران شاید با کره جنوبی داره. پولهای ایران در کره جنوبی بلوکه شده، به نظر میاد که به دلیل تحریم‌های آمریکا است. این شیوه ممکنه که به ایران کمک بکنه برای بازگرداندن منابع مالی خودش؟ اساساً بله، به ایران میتونه کمک بکنه. من همچنون به شما گفتم قبلم که کشتی استری امپرایل رو ضبط کردن و یک کشتی دیگه که متعلق به بریتانیایی ها بود و بعد تونستن کمک کرد که کشتی خود چند جبل تاری رد بشه، اون موقع موفق بودن. ایران کلن صبر و خویشتنداری داره، گاهی اوقات 2 ماه میتونن صبر بکنن. شاید الان هم صبر خواهند کرد که دولت جو بایدن بیاد و بعد بخوان که اگه دوباره وارد مذاکره بشن، وارد چانه زنی بشن و میدونه که جو بایدن میخواد توافق هسته‌ای برگرده، الان این کشتی رو نگه خواهند داشت. اون موقع در گذشته وقتی که تنش‌ها در خلیج فارس بالا رفت، ما شاهد افزایش هزینه بیمه ها مثلا بودیم، پیامدهای اقتصادی داشت. این اتفاقهایی که داره میفته از جمله آنچه که امروز رخ داده، ممکنه که پیامدهای مالی داشته باشه؟ بله، تأثیرات مالی بر روی بعضی از شرکت‌های مالی خواهد داشت. بیمه همونطور که شما گفتین نرخش بالا خواهد رفت، برای که این اتفاق ما داشتیم از بحث دزدی دریایی، از
دریای عمان گرفته تا دریای سرخ، بعضی موقع به خاطر فعالیت‌هایی که ایران تو منطقه داشته، برای همین اونجا هم هزینه‌ها بالا رفته، هزینه‌های بیمه رفته بالا، برای همین تمام کسایی که دستن در کار رسانه کشتیرانی هستن شاید به دنبال این باشن که ببینن چجوری با این هزینه‌های مالی برخورد بکنن. برای حدس من اینه که قیمت نفت هم بره بالا، حتی قیمت نفت کنم بیشتر ثابت بمونه، برای اینکه متغیرهای دیگه دخیل هستن در تاثیرگذاری رو قیمت نفت، نه که زیر قیمت نفت اتفاق بیفته، اما در بحث هزینه‌های کشتیرانی بله بالا خواهد رفت. کره جنوبی گفته که نیروهایی رو به منطقه اعزام میکنه برای مقابله با دزدی دریایی. چقدر ممکنه که کار به تنش بکشه، کار به جاهای باریک بکشه در منطقه خلیج فارس بین ایران و بعضی از کشورهای دیگه؟ حس من اینه که بیشتر کشورها دنبال رو در روی نیستن، مخصوصا ایران. ایران هم دنبال رو در روی نیست. این بیشتر سیاست ایران این هستش که ببینه تا کجا میتونه پیش بره، اون آستانه ها رو محک بزنه. ما میدونیم که ایران در انتظار ورود دولت دو بایدن هست، ایران در انتظار این بحث عاقبت بحث تحریم ها هستش که واسطه اون ایران نتونسته پول نفتی رو که از ایران گرفته به ایران بده. ایران الان نزدیک به یک سال میخواد این پولش رو از بانک های کره جنوبی در بیاره. برای همین شاید بحث مذاکرات چانه‌زنی پشت پرده باشه و تمام طرف‌ها سعی کنند که ببینن تا کدوم آستانه میتونن پیش برن. الان این ناوگان دریایی که کره جنوبی در منطقه قرار داده حدود 350 خدمه داده و اونا از خلیج عدن کار میکردن و احتمالاً به تنگه هرمز باز خواهند گشت. زیادن برایشون سخت نیست، به هر حال یه سال اونجا بودن. بیشتر هدفشون برای مقابله با دزدی دریایی بود و مین‌های آبی و قاچاق و این چیزا، تمام اتفاقاتی که در امتداد اون ساحل میتونه پیش بیاد. ممنونم از دین میکلسن، مدیر مرکز مشاوره ریسک سنجی هانیبال گلوبال اینسایت. بیشتر از یک هفته است که تهران و چند شهر دیگر ایران با آلودگی شدید هوا مواجهند. این وضعیت علاوه بر اینکه سلامت مردم رو به خطر میاندازد، مشکلات دیگه ای رو هم در پی داشته و داره. نفس پایتخت بند آمده. داستانی قدیمی که هر پاییز و زمستان به دلیل پدیده وارونگی دما تکرار می شود. ولی آلودگی هوا فقط ضرر جانی ندارد، هزینه هم دارد. تنفس آلاینده‌ها مخصوصاً ذرات معلق به روش‌های مختلفی به اقتصاد ضربه می‌زند. هوای آلوده ریسک بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و سرطان ریه را بالا می‌برد و خرج روی دست مردم و نظام درمانی می‌گذارد. این بیماری‌ها باعث خانه‌نشینی افراد و غیبتشان از کار می‌شود و بهره‌وری نیروی کار را هم پایین می‌آورد. تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا هم روی کیفیت آموزش دانش آموزان تأثیر منفی دارد که این موضوع در دراز مدت باعث کاهش کارایی افراد می شود. ولی مهمترین ضرر آلاینده ها بر اقتصاد، افزایش موارد مرگ زودرس و کاهش کیفیت زندگی افراد است. طبق یک پژوهش بانک جهانی، آلودگی هوا در ایران سالانه باعث مرگ زودرس بیش از 21,000 نفر می شود. این تحقیق نشان داده هوای آلوده سالانه نزدیک به 1.5 میلیارد دلار به کسب و کارها ضرر مستقیم می زند و خسارت سالانهش به کیفیت زندگی ایرانیان بیش از 30 میلیارد دلار است. حدود 70% ذرات معلق هوای تهران از اگزوز وسایل نقلیه بیرون می آید. وسایل نقلیه‌ای که اگر خودشان قدیمی نباشند، فناوریشان قدیمی است. سهم نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در تولید ذرات معلق حدود 20% برآورد شده، هرچند که استفاده از سوخت‌های مایع نظیر مازوت می‌تواند سهم آنها را بالاتر هم ببرد. آلودگی هوا ممکن است مشکلی قدیمی و مزمن باشد، ولی اجتناب ناپذیر نیست. حالا نیاز به نگاه درازمدت و سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل عمومی و اقتصاد سبز دارد.
کاری که میتواند شغل بیافریند، به اقتصاد رونق دهد، کیفیت زندگی را بالا ببرد و از همه اینها مهمتر جان مردم را حفظ کند. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. آمریکا طالبان را به دست داشتن در حملات اخیر در کابل و نقاط دیگر افغانستان متهم کرده و از این گروه خواسته برای موفقیت در مذاکرات صلح از خشونت دست بردارد. این در حالی است که طالبان هم گفته آمریکا بارها بر خلاف توافق صلح دو طرف به قندهار، ننگرهار و هلمند حمله هوایی کرده. اتهامی که یک سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان آن را رد کرده. دور دوم مذاکرات صلح با حضور نمایندگان حکومت افغانستان، طالبان و آمریکا قرار است فردا در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. گفتگوی داریم با آصف آشنا، فعال سیاسی که از کابل با ما هستند. آقای آشنا، بیشتر می‌خوایم روی ناامنی های تمرکز بکنیم که در هفته های اخیر و حتی ماه های اخیر در کابل دیده شده. دولت و آمریکایی ها انگشت اتهام رو به طرف طالبان نشانه رفتن. چقدر شکل گرفتن این فضا به نفع طالبانه؟ با درود به شما. خب چیزی که مهم هست، موجی از کشتار هدفمند و ترورهای زنجیری یک زنگ خطر بسیار جدی در افغانستان و مشخصا در کابل پایتخت برای فعالین سیاسی، فعالین حقوق بشر و فعالین رسانه ها و عرصه آزادی بیان افغانستان خلق کرده. و در وضعیت اجر ما در کابل و در افغانستان بسیار وحشتناک برای سرکوب گذره از ارزش های آزاد بود و سرکوب برای متاسفانه ما طالبان نشانه میره. صدای آقای آشنا رو به خوبی نشنیدیم. به نظر میاد که ارتباط ما کم و بیش با مشکل همراه، به محض اینکه ارتباط ما دوباره برقرار بشه حتما به آقای آشنا باز خواهیم گشت. اما جولیان آسانج، مؤسس وبسایت افشاگر ویکیلیکس، به آمریکا تحویل داده نخواهد شد. این حکم دادگاهی در لندن است که برای بررسی درخواست استرداد او برگزار شد. دادگستری آمریکا از این حکم ابراز ناخرسندی کرده و گفته که تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. آمریکا جولیان آسانج را متهم کرده که در سالهای گذشته با افشای اسناد نظامی و دیپلماتیک محرمانه قانون شکنی کرده و جان افرادی را به خطر انداخته. اما بسیاری از فعالان مدنی معتقدند که او از پنهانکاری، قانون شکنی و تخلفات مرگبار قدرتمندان پرده برداشت. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. بالاخره دلیلی برای آنکه جولیان آسانج و حامیانش خوشحالی کنند. واکنش این جمع به تصمیم یک قاضی دادگاه که علیه استرداد جولیان آسانج به آمریکا رأی داد. جولیان آسانج سالهاست که از طرف آمریکا تحت تعقیب است. از نظر دولت آمریکا و حامیانش، او با نشر اسناد نظامی و دیپلماتیک محرمانه منافع ملی آمریکا و مامورانش را به خطر انداخت. اما از نظر حامیان جولیان آسانج، خدمتی که او به حقوق بشر و آزادی بیان کرد ارزشمند است. به گفته آنها جولیان آسانج از بعضی جنایت‌های جنگی آمریکا در عراق پرده برداشت. مثلا با انتشار این ویدیو که نشان می‌دهد ارتش آمریکا غیر نظامیان را به رگبار بست و ده‌ها هزار سند و مدرک محرمانه دیگر. اما رأی امروز دادگاه پایان ماجرا نیست. شروع فصلی دیگر است. نمایندگان دولت آمریکا گفتند درخواست تجدید نظر خواهند کرد. حامیان جولیان آسانج خوشحالند ولی می‌دانند که نبرد سخت دیگری در پیش است. ما از دلایل رأی دادگاه راضی نیستیم، ولی باید بریم به مرحله تجدید نظر و اونجا جنگمون رو از سر بگیریم. دلیل تصمیم قاضی دادگاه این نبود که او قبول کرد افشاگری‌های جولیان آسانج مشمول حق آزادی بیان می شود، ولی قبول کرد که استردادش به آمریکا و زندانی شدنش در آن کشور می تواند او را از حمایت‌های روحی و عاطفی اطرافیانش محروم کند. جولیان آسانج بنا به شهادت کسانی که او را دیدند دچار افسردگی وخیم و در خطر خودکشی است. 7 سال پناهندگی در سفارت اکوادور در لندن
که به او پناه داده بود و سپس پایان پناهندگی و انتقال اجباریش از سفارت به زندان، جولیان آسانج را در شرایط روحی ناگواری قرار داد. بعضی امیدوار بودند که دونالد ترامپ در روزهای آخر دولتش جولیان آسانج را عفو کند، چرا که جولیان آسانج به خاطر افشای اسناد داخلی حزب دموکرات و ضربه زدن به بخت هیلاری کلینتون مورد غضب دموکرات هاست که او را خائن و حتی مستحق مرگ دانستند. اگر جولیان آسانج با آمریکا تحویل داده میشد، شاید 175 سال حبس می گرفت، شاید هم 5 تا 6 سال. اما آنهایی که افشاگری های ویکیلیکس در اوج درخشش جولیان آسانج را نوری از حقیقت بر نظم موجود جهانی می دانند، امیدوارند که حداقل بتوانند قهرمان خود را با قید وثیقه آزاد کنند. سیاوش اردلان، بی بی سی. در بریتانیا از امروز تزریق واکسن آکسفورد آسترازنکا شروع شد، دومین واکسن کرونا که برای استفاده در این کشور تایید شده. بریتانیا کمتر از یک ماه پیش تزریق واکسن آمریکایی فایزر را شروع کرد. آمار ابتلا به کرونا در این کشور در هفته‌های اخیر با شیوع نوع جدید ویروس با سرعتی بیشتر رو به افزایش بوده. در اسکاتلند هم قرار است از نیمه شب قرنطینه عمومی یک ماه به اجرا گذاشته شود. فاد مسیحا گزارش می‌دهد. گام بلندی دیگر به سوی پیروزی در روزهایی پر از بیم و امید. آغاز تزریق دومین واکسن کرونا در بریتانیا، کشوری که این روزها شیوع نوع جدید ویروس کرونا خواب از چشم مسئولان و مردمش گرفته. بریتانیا اولین کشوری است که واکسن ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنکا را به شهروندانش تزریق می کند و این مرد 82 ساله اولین فردی که این واکسن را زد. خب این واکسن برای من یعنی همه چیز. فکر میکنم واکسن تنها راهیه که میتونیم کمی به زندگی عادی برگردیم. این ویروس وحشتناکه، مگه نه؟ در هفته های اخیر شمار مبتلایان به ویروس کرونا در بریتانیا و مرگ و میر ناشی از آن با سرعتی غافلگیر کننده رو به افزایش بوده. دلیلش به گفته مسئولان سرعت بالای سرایت نوع جدید ویروس کرونا است که در بریتانیا شایع شده. ویروس هایی که حتی سخت گیران ترین محدودیت ها هم هنوز نتوانسته جلویشان را بگیرد. نوع جدید ویروس زندگی رو برای همه سخت‌تر کرده. کنترل شیوع رو هم دشوارتر کرده چون سرعت سرایتش خیلی خیلی بالاست. این یعنی محدودیت های قبلی که خوب هم کار میکرد در برابر این نوع جدید کافی نیست. برای بریتانیا اولویت این روزها علاوه بر کنترل شیوع، پایین آوردن میزان مرگ و میر ناشی از کرونا است. تا حالا بیشتر از 75 هزار نفر در این کشور بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. مسئولان فعلا تزریق دوز دوم از واکسن آمریکایی فایزر را به تعویق انداختند تا امکان تزریق به تعداد بیشتری از افراد آسیب پذیر را فراهم کنند. توانستیم واکسن زدن به مردم رو سریع‌تر کنیم، چون حالا می‌دونیم ایمنی در برابر ویروس بعد از تزریق اولین دوز هم ایجاد میشه و دوز دوم رو میشه تا 12 هفته به تعویق انداخت. این یعنی تعداد کسانی که در چند ماه اول واکسن میزنن دو برابر برآورد اولیه خواهد بود. و خب این خبر خیلی خوبیه. حفظ جان مردم و البته خارج شدن هرچه سریع‌تر از وضعیت و محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری. مقام‌های مسئول در بریتانیا امیدوارند تا پایان این ماه میلادی به سقف تزریق 2 میلیون واکسن در هفته برسند، هدفی که با شروع استفاده از واکسن آسترازنکا خیلی هم بلند پروازانه به نظر نمی‌رسد. واکسنی بریتانیایی که هرچند اثرگذاریش از دو نوع آمریکایی آن فایزر و مدرنا کمتر است، اما شرایط راحت‌تر نقل و انتقال و نگهداری و همچنین قیمت پایین‌تر آن تولید انبوه و دسترسی به آن را ساده‌تر و سریع‌تر کرده. فؤاد مسیحا، بی بی سی. پناهجویان در اردوگاه سوخته لیپا در بوسنی امروز در کنار اعتصاب قضا دست به تظاهرات زدند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد در بوسنی به بی بی سی فارسی گفته چادرهایی که ارتش بوسنی برای پناهجویان برپا کرده فاقد امکانات اولیه است و قابل اسکان هم نیست. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. اینجا کمپ لیپا در کشور بوسنی که چند روز پیش این کمپ آتیش گرفت، امروز تمام مهاجران اعتصاب غذایی کردند. روز چهارم اعتصاب غذای پناهجویان در اردوگاه سوخته لیپا در بوسنی.
تصاویری که به دست بی بی سی فارسی رسیده تظاهرات امروزشان را نشان می‌دهد. می‌بینی وضعیت ما مهاجرا رو و همچنین محوطه داخل اردوگاه را. چادرها قیما همه سوخته. وضعیت اسفبار. یا شاید اگر دقیق تر بگوییم آنچه از اردوگاه به جا مانده. این هم خیمه یک. بیش از 900 پناهجو حدود 2 هفته است که در سرمای زمستان آوارند. 12 روز پیش کمپ لیپا طعمه آتش شد. اردوگاهی مخصوص مردان مجرد در شمال غربی بوسنی و هرزگوین. سرپناهی موقت که با شروع همه‌گیری کرونا در بهار ساخته شده بود. ارتش بوسنی حالا اقدام به ساخت کمپ جدیدی در همان مکان کرده. اما اداره مهاجرت سازمان ملل در بوسنی به بی بی سی فارسی گفته که این چادرها هنوز امکانات اولیه برای اسکان پناهجویان را ندارند. هنوز سرپناه مناسبی برای پناهجوها تهیه نشده. ارتش چادرهایی برپا کرده که میتونه 900 نفر رو اسکان بده، اما در حال حاضر کف پوش و تخت خواب نداره. به همین دلیل مهاجرها هنوز نمیتونن ازشون استفاده کنن. برای همین پناهجوها تظاهرات کردند و از پذیرفتن غذا و نوشیدنی‌های گرمی که صلیب سرخ و اداره مهاجرت سازمان ملل در اختیارشون قرار میده امتناع می‌کنند. دیروز صلیب سرخ هم در بوسنی به ما گفت که شب‌ها دمای هوا به زیر صفر می‌رسد. خیلی سرده. در 2 روز اخیر یکم دمای هوا بالا رفته، اما شب‌ها به زیر 0 درجه میرسه و وحشتناک سرده. خیلی خیلی باد میاد. صلیب سرخ تلاش میکنه از منابعش هر چی داره در اختیارشون بذاره، مثل کاپشن و غیره. چند پناهجوی ایرانی ساکن اردوگاه به ما گفتند که پیش از آتش سوزی دولت از آنها خواسته بود که کمپ را ترک کنند. همه چی رو گرفتن. ما رو صبح از کمپ بلند کردن که برید بیرون، کمپ رو تخلیه کنید. ما نمیتونیم از عهده خرج شما بر بیاییم. بعد از ویرانی اردوگاه، اول قرار شد دولت بوسنی پناهجویان را با این اتوبوس‌ها به کمپ دیگری منتقل کند. اما بعد از 36 ساعت انتظار، آنها را پیاده کرد و به لیپا برگرداند. از اداره مهاجرت سازمان ملل پرسیدم چرا دولت بوسنی یک تصمیم قاطع نمیتواند بگیرد. دلیل اصلی نبودن اجماع سیاسی در سطوح مختلف دولت بوسنی و هرزگوین. بوسنی کشوری است با حکومتی غیر متمرکز. مثلا وقتی دولت مرکزی تصمیم میگیره پناهجوها رو منتقل کنه، اگر مقامات محلی قبول نکنن این اتفاق نمیفته. اما دغدغه پناهجویان فعلا ابتدایی تر از مسائل سیاسی و تصمیمات دولت مردان است. اولویتشان از پا نیفتادن در سرمای زمستان است. پرهام قبادی، بی بی سی. در پایان برنامه امروز، پوریا جعفری خبرنگار ورزشی ما مروری کرده بر مهمترین اتفاقهای ورزش جهان در سال 2020، سالی که برای لغو شدن مسابقه ها به خاطر جلوگیری از شیوع همه‌گیری کرونا و خداحافظی با 2 اسطوره ورزش های تیمی در یادها خواهد ماند. سال 2020 برای ورزش دوستان سال خوبی نبود. سالی که تجارت ورزش هم مثل خیلی از تجارت‌های دیگه ضربه شدیدی بابت همه‌گیری کرونا خورد. چیز زیادی از شروع سال نگذشته بود که تورنمنت‌ها و مسابقات ورزشی یکی یکی برای جلوگیری از شیوع بیماری و محدودیت‌ها لغو می‌شدند. مهم‌ترین بازی‌هایی هم که در تقویم ورزشی سال گذشته قرار داشتند، در نهایت قربانی این ماجرا شدند. بزرگترین اونها بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2020 توکیو که با وجود مقاومت کمیته جهانی المپیک و کمیته برگزار کننده در ژاپن 1 سال عقب افتادند. تصمیم فعلی برگزاری بازی‌ها دقیقاً 1 سال بعد در همون تاریخ است و مشعلی که از مهد خودش در یونان به ژاپن رسید فعلاً در این کشور روشن خواهد موند، به امید اینکه در سال پیش رو میزبان ورزشکاران سراسر جهان در توکیو باشه. اگر المپیک که در 1 شهر متمرکز میشه عقب بیفته، جام ملت‌های اروپا که قرار بود در 11 کشور مختلف برگزار بشه هیچ شانسی نداشت. جام ملت‌های اروپا هم که قرار بود با شرکت 24 تیم به مدت 1 ماه در سراسر قاره سبز برگزار بشه 1 سال عقب افتاد. سایر مسابقات فوتبال حرفه‌ای هم بعد از چند ماه وقفه با تغییر نوع برگزاری پیگیری شدند، مثل لیگ قهرمانان اروپا که بار دیگه به بایر مونیخ رسید، 6 قهرمانی تیم آلمانی در قاره.
اما یکی از پرهیجان ترین قهرمانی‌های ورزشی سال گذشته متعلق به لیورپول بود. قرمزهای محبوب شمال انگلیس بعد از 30 سال جام قهرمانی رو به خانه بردن. 19 قهرمانی در بالاترین دسته فوتبال انگلیس و برای اولین بار از زمان شروع لیگ برتر. با توجه به 25 امتیازی که قبل از وقفه لیگ لیورپول از تیم دوم جدول یعنی منچستر سیتی جلو بود، همه مطمئن بودن که امسال نوبت تاجگذاری قرمزهای انفیلد رسیده و تنها مانعی که میتونست جلوی جشن اونها رو بگیره کرونا است. بالاخره بعد از 2 وقفه لیگ برتر هم مثل بعضی دیگه از لیگ‌های اروپایی پیگیری شد و لیورپول موفق شد کار رو تموم کنه. علی‌رغم توصیه‌های مکرر پلیس برای طرفدارانی که 3 دهه انتظار چنین لحظه‌ای رو می‌کشیدند، جشن نگرفتن دست جمعی غیر ممکن بود. خیابون‌های مرکز شهر درست بیرون استادیوم در شبی که جام قهرمانی به لیورپول داده شد، چنین وضعیتی داشتند. ویروس کرونا فصل تنیس رو هم دستخوش تغییرات جدی کرد. در حالی که اوپن استرالیا قبل از بحران کرونا انجام گرفته بود، تنیس قهرمانی ویمبلدون در لندن برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم برگزار نشد و برنامه 2 گرند اسلم دیگه سال یعنی آمریکا و فرانسه دستخوش تغییرات جدی شد. اما اتفاق بزرگ در پاییز پاریس افتاد، وقتی رافائل نادال در یک نمایش بدون نقص در فینال اوپن فرانسه نوواک جوکوویچ رو برد. 20 قهرمانی این مرد اسپانیایی در تورنمنت های عمده، حالا برابر با راجر فدرر افسانه‌ای و 13 قهرمانی روی خاک رس رولان گاروس، چیزی که شاید حالا تکرار نشه، حداقل در طول زندگی ما. بدون شک فعلا تنیس باز بهتری رو روی خاک رس نخواهیم دید. اما سال 2020 سال ودا با اسطوره ورزش های تیمی بود، یکی در روزهای آغازین و یکی در روزهای پایانی. سقوط هلیکوپتر باعث شد تا کوبی برایانت و دخترش در کالیفرنیا کشته بشن و این گونه بود که زندگی ملی پوش سابق تیم ملی آمریکا، قهرمان 5 NBA و 2 طلای المپیک در 41 سالگی به پایان رسید. یکی از محبوب ترین چهره های بسکتبال در سراسر جهان. و در نهایت مرگ دیگو آرماندو مارادونا، کاپیتان افسانه‌ای تیم ملی آرژانتین، در 60 سالگی دنیای فوتبال را در شوک فرو برد. قهرمان تکرار نشدنی جام جهانی 1986 مکزیک که به خاطر اعتیاد به کوکائین زندگی پرفراز و نشیبی هم داشت، با یک حمله قلبی درگذشت. مرگ شماره 10 تیم‌های ناپولی، بارسلونا و بوکا جونیورز به ما یادآوری کرد که معمولاً دوست داریم خاطرات خوب رفتگان رو به یاد داشته باشیم. پوریا جعفره، بی بی سی. این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی میتونید تماشا بکنید و همینطور روی کانال ما در یوتیوب. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر دیدید.